بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بی نهایت مهربان و بخشنده برنامه امروزی خود را آغاز می کنیم. سلام های گرم ما را پذیرا باشین، همراهان همیشگی و دوست داشتنی برنامه روی خط زندگی. انشالله که سلامت، تندرست، خوشحال و خندان باشین و تا این ساعت از روز انشالله که به خوبی خوشی سپری کرده باشین و طاعات و عبادات انشالله که قبول باشه ما را همراهی کنید. خوشحالیم از اینکه قرار هست تا پایان برنامه همچنان همراه کننده برنامه خودتان باشین. 28 روز از ماه مبارک رمضان بر همه شما از آن مبارک باشه. انشالله که تا این لحظه را به خوبی و خوشی و پربرکت سپری کرده باشین و سپاسگزاریم از همراهی تک تک شما بزرگوار. موضوعی که امروز انتخاب کردیم بحث کاهش جرایم اخلاقی در ماه مبارک رمضان هست. در واقع خوشبختانه ما شاهد هستیم که در ماه مبارک رمضان با کاهش جرایم اخلاقی مواجه هستیم. انشالله که همیشه متزین باشیم به اخلاق حسنه، به خوبی ها و زیبایی هایی چون بخشش و صدقه دادن، همکاری و همدیگر پذیری و هزاران زیبایی های دیگه ای که در واقع زیبنده هر انسان میتونه باشه. امروز دعوت کردیم از جناب آقای مجتبی نوروزی و انشالله از صحبت هایشان در خصوص کاهش جرایم اخلاقی در ماه مبارک رمضان استفاده خواهیم کرد. عرض سلام دارم خدمت شما آقای نوروزی، خیلی خوش آمدید. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه تلویزیونی تمدن. امیدوارم طاعات و عبادات همه عزیزان مورد قبول درگاه الهی واقع شده باشه. در این ایام و لیالی پایانی ماه مبارک رمضان پیشاپیش عید سعید فطر رو هم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه‌تون تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که همه ما مهمترین عیدی که آراسته شدن به در واقع فضایل اخلاقی هست رو در این ایام کسب بکنیم انشاءالله. سپاسگزاریم از حضور شما جناب آقای نوروزی و خوشحال هستیم که باز هم حضور شما در برنامه با خود ما داریم. موضوعی که انتخاب کردیم بحث کاهش جرایم اخلاقی در ماه مبارک رمضان هست. خب خوشبختانه ما این موضوع رو در ماه مبارک رمضان خیلی به وفور می‌بینیم، خیلی شاهد هستیم که بحث جرایم اخلاقی به حداقل ها میرسد. در از نظر شما چه عواملی میتونه تاثیرگذار باشه بر انجام جرایم اخلاقی در اجتماع؟ خب ببینید، این یک بحث بسیار پردامنه است، یعنی عوامل بسیار متعددی بر وقوع یک جرم اخلاقی در یک جامعه تاثیرگذار هست، از هم از شرایط و عوامل فردی و اجتماعی. یعنی در شرایط فردی خب ریشه های تربیتی فرد، محیط خانوادگی و احیانا محرومیت هایی که باهاش در طول زندگی مواجه هست امکان داره که بر وقوع یک جرم تاثیرگذار باشه و یک فرد رو به سمت دست یازیدن به یک جرم اخلاقی پیش ببره. و همچنین شرایط اجتماعی ممکن هست موجب وقوع یک جرم اجتماعی بشه، یعنی فراهم بودن زمینه های جرم به اشکال مختلف ممکن هست در تعدد وقوع جرم تاثیرگذار باشه. عدم آرامش روانی افراد در جامعه که اونها رو به سمت این پیش ببره که برای رسیدن به یک آرامش های کاذب در واقع دست به برخی از جرایم اخلاقی بزنن. و همچنین علاوه بر اینها در واقع اون بنیان های اخلاقی که جامعه بر اونها استوار هست اگر از طریق حالا عوامل متعددی به ویژه رسانه ها مورد تهدید واقع بشه، این ممکن هست حجم جرایم رو به نوعی بالا ببره. اساسا هر چیزی که انسان رو از تعادل خودش خارج بکنه در هر صورت و به هر شکلی، این میتونه فرد رو به سمت جرم پیش ببره. بله، خب در واقع عوامل مختلف اشاره کردن که نقش داره، بحث عوامل فردی و اجتماعی. بله. اینکه فشارهایی که باشه روی فرد در واقع فرد مجبور میکنه به انجام جرمهای اخلاقی. اما به نظر شما ماه مبارک رمضان یا بحث روزداری به چه میزان میتونه تاثیرگذار باشه روی کاهش جرم اخلاقی؟ ببینید، همونطور که شما هم اشاره کردید در مقدمتون، آمار نشون دهنده و مؤید این مسئله هست که جرایم در ماه مبارک رمضان کاهش پیدا میکنه. در جوامع مختلف آماری که در جوامع اسلامی در واقع آماری که نهادهای امنیتی ارائه میدن به طور مرتب همیشه این بوده که جرایم
در حوزه‌های مختلف کاهش پیدا کرد، مخصوصا جرایمی که جنبه‌های اخلاقی و جنبه‌های فردی داره، اینها بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد تا جرایم سازمان یافته. این نکته مهمی است که باید ما بریم به سمت اینکه علت و عواملش چی هست، که اون علل و عوامل رو تقویت بکنیم. برای اینکه ما به این علل و عوامل برسیم، به نظر من باید ما به فلسفه روزداری مقداری بیشتر توجه بکنیم و اتفاقی که در فضای درونی فرد و در فضای بیرونی جامعه در ماه مبارک رمضان در کشورهای اسلامی رخ میده چی هست. مسلما مهمترین فلسفه روزداری از منظر دین مبین اسلام صبر هست، یعنی تقویت و تجربه صبر هست. لذا وقتی افراد صبر رو تمرین میکنن و به طور طبیعی در درون خودشون این صبر نهادی نمیشه، در هنگام مواجهه با یک زمینه‌ای که اون میتونه اونها رو سوق بده به سمت جرم، احتمال اینکه تأمل بیشتری داشته باشن، توقف بیشتری داشته باشن و صبوری بیشتری به خرج بدن بیشتر هست. این یک عامل بسیار مهم است. در مورد دیگه ببینید، تو روزه از جمله عباداتی است که در اون در واقع خلوص بیشتری وجود داره، یعنی معمولا شما در سایر عبادات احتمال و امکان ریا بیشتر هست، اون چیزی که حالا علمای دین میگن و به صورت طبیعی هم ذات بشر به این سمت بیشتر گرایش داره. چرا؟ چون یک امر، یک در واقع عبادت کاملا درونی و فردی است. اینکه شما حالا من در یک جمعی حاضر میشم هیچ نمودی نداره اگر من روزه داشته باشم، لذا تمایل به ریا کمتر است و هرچه عبادت خلوص بیشتری داشته باشه، طبیعتا نزدیکی به خالق یکتا رو به دنبال خواهد داشت و نزدیک شدن به ذات باری تعالی به صورت طبیعی انسان رو به اون نکته‌ای که عرض کردم در ابتدای برنامه، یعنی تعادل نزدیک میکنه. وقتی یک فردی متعادل تر شد و به آرامش و سکون بیشتری رسید در سایه نزدیک شدن به پروردگار متعال، اون وقت طبیعتاً امکان لغزشش و خروجش از مسیر بیشتر هست. علاوه بر اینها، به هر حال فشار روزداری مخصوصا در این ایامی که به هر حال ماه مبارک رمضان در ایام به اصطلاح گرم سال قرار داره و فرد رو دچار یک فشارهای جسمی میکنه به هر حال. بله. وقتی فرد با فشار جسمی مواجه میشه، به صورت طبیعی فکر میکنه، یعنی که خب چرا من دارم این زجر و سختی رو، سختی جسمی رو به هر حال تحمل میکنم. بله. این فکر کردن به این سوال حتما فرد رو به این سمت پیش میبره که خدمت شما عرض کنم که خب من دارم برای پیروی از یک معبودی که باز من خواسته این رو دارم، این سختی رو تحمل میکنم. وقتی این طور شد، طبیعتاً اون فرد علاقمند میشه که حالا در سایر زمینه ها هم خودش رو نگه داره. خوش آمدین عزیزان به ادامه برنامه ریخت زندگی و همچنان در خدمت جناب آقای نوروزی هستیم و در خصوص تأثیر روزداری بر کاهش جرم اخلاقی ان شاء الله صحبتشان استفاده میکنیم. جناب آقای اخلاقی، موضوعی که قبل از میان برنامه اشاره کردیم بحث رمضان و جرم اخلاقی هست. اشاره کردیم یک بود فردی داره و در واقع تمرین صبر و بردباری و بحث اخلاص در عبادت و تقرب الهی باعث میشه که فرد فاصله بگیره از جرم اخلاقی. اشاره کردیم یک بود اجتماعی داره. ادامه صحبت شما رو بشنویم. خدمت شما عرض کنم، در بعد اجتماعی این موضوع و این سبک تأثیر و مدل تأثیر بر فرد در کاهش جرایم اخلاقی، ما باید توجه داشته باشیم به فضای اجتماعی که در ماه رمضان ایجاد میشه در کشورهای اسلامی. یکی از ابعادی که تقریبا در همه جای در همه جهان اسلام، به وسعت جهان اسلام مشاهده میشه،
حضور بیشتر مردم در اماکن عبادی است و آیین‌ها و سنت‌هایی که چه در بین شیعیان و چه در بین اهل سنت وجود داره که باعث حضور بیشتر و گسترده‌تر و سازمان یافته‌تر اونها در مساجد میشه. حضور گسترده و سازمان یافته در مراسم و آیین‌های مذهبی و دینی در مساجد حتی برای اونهایی که در این آیین‌ها شرکت نمی‌کنند فضای اجتماعی رو تبدیل می‌کنه، یعنی اونها متوجه میشن که امروز فضای شهرشون، فضای محلشون، فضای اجتماعی که درش دارن نفس می‌کشن و زندگی می‌کنن یک حال و هوا و یک سبک و سیاق دیگری داره و این خودش ممکنه، یعنی طبیعتاً به اینکه فرد توجه داشته باشه که به هر حال حرمت این ایام و این مقدسات و این آیین‌هایی که برگزار میشه رو نگه داره. ما در روایات به صورت جدی داریم که یکی از در واقع ثمرات حضور مداوم در مسجد دوری از گناه به واسطه خجالت از گناه هست. یعنی یک فردی وقتی در یک آیین مذهبی شرکت میکنه و به هر حال دیگران میبینن اون رو که اومده و در این مراسم شرکت کرده، طبیعتاً به صورت طبیعی باید اگر بخواد مرتکب یک جرمی بشه یا یک خطایی بشه یا یک لغزشی بشه دچار خجالت خواهد شد که خب ممکنه دیگرانی که تا مثلا روز گذشته، شب گذشته من رو در فلان مراسم دیدن اینجا حالا من رو ببینن در حال ارتکاب این جرم ببینن و این خودش به کاهش جرم کمک میکنه. نکته دوم توی زمینه در واقع زمینه های اجتماعی که منجر به کاهش جرم میشه توجه به اقشار محروم هست در این ماه‌ها. به هر حال به شکل‌های مختلف این در اسلام برش تاکید شده، به شکل حالا زکات، به شکل فطریه یا به اشکال مختلف شما می‌بینید که یا حتی مسائلی که این روزها الحمدلله توسط رسانه‌های مختلف تعقیب میشه و داره ترویج میشه که ما بیایم اون فلسفه واقعی روزداری رو که قرار هست، یکی از فلسفه هاش که قرار هست ما به یاد محرومین جامعه بیافتیم در سایه گرسنگی و تشنگی که تحمل میکنیم، این رو واقعا عملیاتی بکنیم و واقعیش بکنیم. لذا نمایش خدمت شما عرض کنم محرومیت هایی که در جامعه وجود داره و تلاش برای اینکه کل جامعه توجه پیدا بکنن به برطرف کردن اینها، این خودش به صورت غیر مستقیم باز بر اون کاهش جرائم میتواند تأثیر گذار باشه تو بعد اجتماعی. بله جناب آقای نوروزی، یکی از عواملی که باعث کاهش جرم اخلاقی میشه بحث همین بیداری وجدان ها هست، یعنی به هر میزانی که انسان ها در واقع تابع وجدان خودشان باشن و بیدار باشن وجدانشان فاصله میگن از این جرایم. به نظر شما تبلیغات دینی رسانه‌ها که تاثیرگذار هست روی تقویت و بیداری وجدان‌ها به چه میزان تاثیرگذار میتونه باشه خصوصا در ماه رمضان بر فاصله گرفتن افراد از جرایم اخلاقی؟ ببینید بدون شک تاثیر خودش رو خواهد داشت تبلیغات دینی و پرداختن به این مسائل و اساسا نقش تذکر و یاداوری. ببینید شما حتی قرآن کریم خطاب به نبی مکرم اسلام هم میگه فذکر انما انت مذکر، یعنی نقشی رو که برای پیامبر قائل یاداوری است، تذکر دادن هست. لذا هرچه ما بتوانیم تذکر بدهیم این انسان بودن رو، این در واقع فضایل اخلاقی رو، حتما تاثیرگذار خواهد بود و انسان ها به هر ترتیب هرچه بیشتر در واقع سایه این تذکرات قرار بگیرن امکان این که به وجدان خودشون و فطرت خودشون بازگردن بیشتر است. فقط یک نکته رو من اینجا باید اشاره بکنم که ببینید ما باید در این یعنی رسانه ها باید در این تذکر دادن، در این تبلیغات دینی که انجام میدن و به هر حال به صورت طبیعی حجمش در ماه مبارک رمضان بیشتر میشه، به دو تا نکته توجه داشته باشن. یکی عنصر هنر هست، یعنی اینکه ما بیاییم از این در واقع امکاناتی که برای ما فراهم هست استفاده بکنیم. حتما الزاماً نباید این تذکرات اخلاقی و دینی در قالب‌های سنتیش یک کسی بیاد بشینه و فقط صحبت بکنه و اینها خوب هست، نمیگم اینها اشکال داره، ولی هر چقدر ما بتوانیم هنرمندانه تر و غیر مستقیم تر افراد رو متوجه فضایل اخلاقی بکنیم تأثیر این در واقع تذکرات ما بیشتر خواهد شد. و نکته
دوم این هست که تأکید بر کرامت انسانی، یعنی معمولا گاهی اوقات پیش میاد که ما در تذکراتمون، در تبلیغات دینی و مذهبیمون برای اینکه کاهش بدیم جرایم اخلاقی رو، بیشتر به اون جنبه های منفی و پرداختن به زشتی های عمل حالا مجرمانه میپردازیم، در حالی که اگر ما بیایم سمت مقابلش رو توجه بکنیم و انسان رو متوجه ارزش های واقعیش بکنیم، متوجه کرامتش بکنیم، متوجه جایگاهش در درگاه الهی بکنیم، یعنی از جنبه محبت آمیز با فرد صحبت کنیم نه از جنبه تحکم آمیز و تحقیر آمیز، مسلماً تأثیر بیشتری خواهد داشت. من باید فکر میکنم که برنامه ریزان برنامه های مذهبی رسانه ها به این دو عامل توجه ویژه داشته باشن. البته توجهات خوبی شده توی سالهای گذشته، ولی امیدواریم که باز هم مورد توجه واقع بشه این موضوع انشاءالله. نظر شما در خصوص کمرنگ نشان دادن جرایم اخلاقی و بس رضایت اخلاقی در جامعه چی هست؟ هم که اشاره کردین بعضی وقتا ما ابعاد منفی جرایم اخلاقی رو خیلی بروز میدیم، خیلی نشان میدیم، فکر میکنید میتونه تاثیرگذار باشه روی افزایش جرایم اخلاقی یا نه؟ ببینید، البته شما توجه داشته باشید که ما حتی در شرع و در دین مقدس اسلام هم این تأکید شده که بیان جرم در فضای عمومی خودش به نوعی گناه محسوب میشه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگر اومدید حتی به نیت اصلاح طلبانه آمدید و مثلا هی پرداختید به یک اتفاق، به یک قصه مجرمانه، به طور طبیعی قبح اون و زشتی اون عمل در ذهن مخاطب شما فرو میزه. البته این به معنای این نیست که کسانی که تصمیم گیر هستن، کسانی که باید به این موضوعات فکر بکنن و برای جامعه تعامل داشته باشن و برنامه ریزی بکنن برای پیشبرد جامعه به سمت فضایل اخلاقی، منکر بشن مشکلاتی که در جامعه وجود داره. نه، انکار راه حل نیست، اما پرداختن بیش از حد ممکنه نتیجه عکس داشته باشه. بله، تشکر میکنم شما جناب آقای نوروزی. در واقع پس ای که بیم ابعاد مثبت فضای اخلاقی را نشان بدیم، در برعکسش کمرنگ نشان دادن رضای اخلاقی خوش میتونه تاثیرگذار باشه. اما خب امروزه علاوه بر رسانه ها یک فضای مجازی هم وجود داره. شما تاثیر فضای مجازی را نسبت به کاهش جرایم اخلاقی و در واقع تقویت روحیه اخلاق اسلامی چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید، من برخلاف نگاه‌های نگرانی که به فضای مجازی وجود داره، دیدگاه و نگاه هم به فضای مجازی بسیار مثبته. یعنی احساس می‌کنم منافع فضای مجازی برای جامعه قطعاً بیش از مضرات احتمالیش هست. به هر حال فضای مجازی یک ابزاره مثل خیلی چیزهای دیگه، یعنی از این ابزار هم میتوان استفاده مثبت کرد، هم میتوان استفاده منفی کرد، هم میتوان در جهت ترویج فضایل اخلاقی، در جهت پیشبرد جامعه به سمت توسعه استفاده کرد، هم ممکنه برخی افراد یا گروه‌هایی بخواهند از این برای در واقع ترویج رضایل و برای رسیدن به اهداف نامیمون خودشون استفاده کنن. اما به صورت طبیعی اینکه من معتقدم یعنی منافعش بیشتر هست، اساسا انسان‌ها تمایل دارن وقتی در یک فضای عمومی قرار می‌گیرن فضایل خودشون رو بروز بدن و فضای مجازی امروز دیگه واقعا مجازی نیست. یعنی امروز انسان‌ها در فضای فضایی که ما بهش میگیم مجازی حقیقی هن. یعنی آدم‌ها شناخته شدن، مشخصن که این آدم که یه زمانی شاید ابتدای شکل‌گیری این شبکه‌ها و فضاها افراد با اسم‌های مستعار و با چهره‌های ناشناخته میومدن و ترویج می‌کردن و کارهای خلاف اخلاق انجام می‌دادن، اما امروز وقتی یک فردی در واقع مشخص هست، فرد شناخته شده ای از فدره و حرفی که میزنه در اون فضا مورد توجه گروه های مختلف قرار میگیره بدون هیچ محدودیتی، این آدم تلاش میکنه که به هر حال جنبه های مثبت درونی خودش رو به نمایش بگذاره. حتی بله. اگر مثل منی که ممکنه مشکلات اخلاقی هم داشته باشه، در درون خودش گرفتاری هایی داشته باشه، قطعا اینو نمیاد در یک فضای عمومی بروز بده. بله. و برخی دوستان گاهی اوقات اشاره میکنن، برخی جامعه شناسان، که انسان ها بیش از حد خوب میشن در فضای مجازی. من اینو خوب و مثبت ببینم، یعنی وقتی انسان ها، حتی انسان هایی که
باور ندارن به برخی ارزش ها، بیان از خوبی ها دم بزنن، از مهربانی ها، از محبت ها و از بسیاری از فضایل اخلاقی، به مرور اینها در جامعه فراگیر میشه. بله. و به مرور خود حتی اون فرد اگر خودش مقید به اون عمل نیست و مقید به اون فضیلت نیست، به هر حال بعد یه مدتی خودش به این باور میرسه و در درون خودش جا میفته و نهادینه میشه. لذا افراد به صورت طبیعی فضای مجازی آدم ها رو میبره به اون سمت. حالا اگر آدم هایی پیدا بشن که از این فضا استفاده بکنن و به صورت جدی به مسئله تبلیغ فضایل اخلاقی بپردازن، به ترویج مبانی و فلسفه های دین بپردازن، خب اونها که دیگه به صورت طبیعی اثرات خاص خودش رو داره، باز با همون شرطی که عرض کردم، یعنی ما خیلی به سمت نصیحت مستقیم افراد به ویژه نسل جوان نرویم. سعی کنیم که فضایل رو هنرمندانه و غیر مستقیم و با نمایش واقعی آثار مثبتش ترویج بکنیم. همراهی شما خوبان را با خود ما داریم و کاهش جرایم اخلاقی در ماه مبارک رمضان موضوع انتخابی امروز ما هست و در خدمت جناب آقای نوروزی هستیم و باید بدانیم که همراهی شما باعث دلگرمی ما هست. جناب آقای نوروزی، با تشکر از صحبت‌های قبلیتان، یک موضوع دیگه که مطرح هست بحث خشونت‌های خانوادگی و جمعی است. یک امری هست که در واقع نمیشه ازش چشم پوشی کرد. به نظر شما چه ارتباطی وجود دارد میان ماه مبارک رمضان و بحث روزه‌داری و کاهش خشونت‌های جمعی و خانوادگی؟ ببینید، چند عامل میتونه در کاهش این مؤثر باشه. به برخیش تو بحث‌های قبلی اشاره کردیم که همون بحث تقویت صبر بود. یک ولی دو عامل دیگه هم میشه در واقع بهش اشاره کرد. یک عامل به هر حال این هست که در خشونت معمولاً یک توان جسمی قابل توجه نیاز هست و این فرو رفتن انسان در خودش به واسطه در واقع کاهش توان جسمیش و قرار گرفتن در یک ضعف فیزیولوژیک، این خودش میتواند در واقع در کاهش خشونت کمک کنه. و عامل سوم به نوعی میشود گفت که ایجاد فضاهای محبت آمیز بین خانواده ها، در درون خانواده ها در ماه مبارک رمضان. ببینید، به هر حال توجه به عید، توجه به برنامه های در کنار هم بودن، افطاری ها و سحری ها و جمع شدن خانواده ها در کنار هم و فرصت بیشتری که ماه مبارک رمضان در اختیار خانواده ها میگذارد که با در کنار هم باشن، بیشتر با هم صحبت بکنن و فضاهای محبت آمیز بین اونها بیشتر وجود داشته باشه، به صورت طبیعی در کاهش جرائم علاوه بر اون عوامل قبلی که اشاره شد قطعا تاثیرگذار خواهد بود. بسیار خب. یک موضوع اشاره کردیم، گفتیم بحث سرزنش اطرافیان، یعنی که کاهش جرایم اخلاقی در ماه مبارک رمضان چشمگیر هست بخاطر اینکه خب حالا اطرافیان سرزنش میکنن نسبت به این. آیا میتونه تاثیرگذار باشه، یعنی تاثیر ثابتی داشته باشه روی افراد که علاوه بر ماه مبارک رمضان این روحیه همچنان حفظ شه؟ ببینید، اساسا شاید یکی از مهمترین عوامل بازدارنده جرایم فشار اجتماعی است. یعنی اگر فرد احساس بکنه وقتی یک خطایی، یک جرمی یا یک لغزشی مرتکب شد، جامعه نگاه خوبی به اون نداره و غیر مستقیم اون رو سرزنش میکنه. نه اینکه حالا ببینید، با اینا خیلی در واقع مرزبندی های ظریفی داره. اگر جامعه به سمت طرد بره، به سمت در واقع تحقیر بره، شاید اثر معکوس داشته باشه. اما اگر فشار اجتماعی در این حد باشه که فرد احساس خجالت بکنه در اثر نگاه هایی که در جامعه بهش میشه به واسطه حالا عمل مجرمانه یا حالا خلاف اخلاقی که مرتکب میشه، قطعا این میتونه کمک بکنه. یعنی شاید مهمترین عامل باشه در بازدارندگی ارتکاب به جرایم و رذایل اخلاقی، مخصوصا در سطح عمومی و قابل مشاهده برای جامعه. یعنی همین بحث امر به معروف و نهی از منکر، بله، همچنان باید در جامعه، بله،
بیدار باشه. بله. من تا ببینید ما دقت داشته باشید، من اینو تاکید میکنم که ما روی امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر شرایط مراحل اینا رو میگه، حتما شما در مباحث دینی و مذهبی علمای علم دین اشاره میکنن. گاهی اوقات ماها دوچار افراط میشیم در این موضوع. یعنی چی؟ یعنی توجه، ببینید شرع وقتی اومده اون شرایط و اون مراحل رو گذاشته، حتما یک مبانی داشته که اون شرایط و مراحل چیست، ولی ما گاهی اوقات میایم در واقع بدون رعایت اونها میخوایم بریم به سمت امر به معروف و نهی از منکر، اون وقت اون اثر خودش رو از دست میده. یکی از شرایطی که ذکر شده این هست که فرد نگاه خیرخواهانه داشته باشه. من اگر بخوام به کسی خیرخواهانه نصیحت بکنم، با کسی که بخوام از روی غیظ و غضب نصیحتش بکنم، در شکلش حتی تفاوت هست و در میزان تأثیرش هم قطعا تفاوت هست. اگر ما واقعا اون شرایط و مراحل و آدابش رو رعایت بکنیم، قطعا مهمترین عامل در بازدارندگی ارتکاب به جرایم اخلاقی و غیر اخلاقی در جامعه هست. جناب نوروزی، عوامل مختلفی را بخاطر در واقع انجام جرایم اخلاقی شما اشاره کردید. یک موضوع میاد به ذهنم رسید، آیا این افراط در امر به معروف و نهی از منکر یا فشارهای اطرافیان روی افراد خودش میتونه فرد وادار بکنه به جرایم اخلاقی؟ عرض کردم بله. ببینید اگر واقعا ما اون توجه به فلسفه و توجه به روح امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشیم، که ببینید روح امر به معروف و نهی از منکر غیظ و غضب نیست، روحش محبته. این خیلی مهمه. یعنی من باید این محبته در تمام مراحل امر به معروف و نهی از منکر برای فردی که مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیره واضح و آشکار باشه. یعنی این حس رو داشته باشه که این شخص واقعا خیر من رو میخواد و من رو چون دوست داره به عنوان یک انسان، به عنوان خلق خدا، به عنوان کسی که قرار است اشرف مخلوقات باشه، داره با من اینطوری حرف میزنه، یه اثر داره. اما اگر من فقط صرفا ما فقط همون امر و نهیش رو بگیریم و مدام امر و نهی بکنیم بدون اون محبت آمیز بودنش، بدون توجه به اون شرایطش، به هر حال مخصوصا انسان‌ها در مراحل پایین زندگیشون از جهت سنی فرار میکنن، طبیعی هست که فرار بکنن، چون سخته برای یک جوان یا نوجوان خودش رو در یک قالب‌های قرار بده که مدام بخوان بهش در واقع به صورت مستقیم امر و نهی بکنن. اما اگر باور کنن که اون فردی که میخواد باهاش صحبت بکنه و گپ بزنه محبت بهش داره و اون رو بپذیرن، یعنی اول خودش رو طرف ثابت بکنه در این که مهرورز هست، در این که به این محبت داره و این رو دوست داره و محبت خودش رو در قلبم بگذاره، بعد هر چیزی که بگه مورد پذیرش واقع میشه. گاهی اوقات ما به این روح توجه نمی‌کنیم. تشکر از شما جناب آقای نوروزی. باور جمعی هست که افرادی که جرایم اخلاقی رو انجام میدن در واقع بزهکار هستن، دچار تضعیف ایمان هستن. این ضعف ایمان باعث میشه که اینها حالا یک سری اعمالی رو انجام بدن که خلاف شرعیت یا اخلاق میتونه باشه. شاید سوال خیلی از بیننده ها باشه که واقعا فضای معنوی، خصوصا فضای معنوی ماه رمضان، چه ارتباطی داره به این که فرد بزهکار در واقع وادار بشه که خود فاصله بگیره از بحث جرم اخلاقی؟ به نظر شما همچین چیزی ممکن هست؟ قطعا همینه. یعنی این اصل که درسته. ببین ما ایمان رو چطور تعریف میکنیم یا سطح ایمان رو چطور تعریف میکنیم؟ قطعا سطح ایمان برای آدم ها در واقع ظواهر نیست. درسته این ظواهر مؤثره و باید باشه در تقیدشون به ظواهر. این تقید به ظواهر برای چیه؟ برای تقربه، یعنی و برای نزدیکیه و برای تقرب و توجه به خداونده. یعنی هر چی فرد تقربش و توجهش به خداوند تبارک و تعالی بیشتر بشه، طبیعتا از اون چیزی که با ذات اقدس اله در تعارض دور میشه. هر چی در این مسیر حرکت بکنه به این سمت، در این در واقع صراط مستقیم قرار بگیره، به صورت طبیعی دور میشه از اون. حالا این ممکنه به روش‌های مختلف صورت بگیره و برای افراد مختلف از زاویه‌های مختلف قابل فهم باشه، ولی اون چیزی که یقین هست، ماه مبارک رمضان یک فرصت و ظرف زمانی مناسبی است برای افزایش توجه به خداوند. یعنی هر چی ببین شما، این که ما در مثلا لیالی قدر دعای جوشن کبیر می‌خوانیم که همش اسماء خداونده،
چرا اینه، چرا این توصیه شده؟ برای اینکه میخواد این رو بگه که همه فلسفه ماه مبارک رمضان توجه به خداوند که این ویژگی ها رو داره. نمیدونم حالا کثیر الوفا مثلا، خب ببینید این خیلی مهمه، شما ببینید که یا کثیر الوفا، اینا بعضی اسمایی که خیلی ما بهش توجه نمی کنیم چون بعضی اسامی زیاد صحبت شده در موردش، کسی که میزان وفاداریش به حتی بشر، به کسی که خودش خلق کرده، کثیر زیاده، یعنی قابل شمارش و احصا نیست. خب میگه من پس وقتی میخونه توجه میکنه، میگه که ای بابا ما مثلا باید به کسی توجه بکنم که این شکلیه، پس منم باید خودم رو برم سعی کنم نزدیک کنم به این در واقع اسامی و صفاتی که در این دعاها به شکل‌های مختلف وارد شده در ماه مبارک رمضان. یعنی این ظرف زمانی توجه به خداوند و توجه به ویژگی‌های و صفات خداوند تبارک و تعالی به نظر من فرصت مناسبی فراهم میکنه برای دور شدن از برخی رذایل اخلاقی. بسیار خب، پس در واقع رمضان فرصت کوتاهی است برای تمرین که در واقع متخلق باشیم به اخلاق حسنه. جناب نوروزی همکارم میشه میگم فرصت کوتاه است، جمع‌بندی و صحبت‌های پایانی شما را میشنویم. من در پایان باز هم تبریک عرض میکنم عید پیش رو رو به شما و بینندگان محترمتون و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادت دارم و همچنین امیدوارم که این ذخایر و اندوخته هایی که همه ما هر کسی به اندازه ظرف وجودیش در این ماه مبارک کسب میکنه بتوانیم در طول سال در واقع این رو حفظ بکنیم و خودمون رو به رمضان بعدی برسونیم انشاءالله اگر که خداوند عمری برای ما قرار داد. انشاءالله. سپاسگزاریم. سر شما هم. سپاسگزاریم از حضور شما، واقعا نسبتاً استفاده کردیم. سلامت باشید. برای شما روز موفقیت داریم. قربان شما. سلامت.